به نظرتون میشه با قیمت کمتر از 20 میلیون تومان تبلتی رو خرید که حرف نداشته باشه؟ بله، شدنیه. حتی با قیمت کمتر از 20 میلیون تومان همراه من آسمان عسکری باشی تا شاهکار شیائومی یعنی ردمی پد رو بررسی کنیم و بهتون ثابت کنم که به نسبت رقبای 20 میلیونی خودش مثل S6 لایت سامسونگ ارزش خرید بالاتری داره و حتی 6 میلیون تومان ارزون‌تر هم هست. قبل از اینکه بخوام راجع به طراحی این مدل صحبت کنیم، یه نگاه ریزی داشته باشیم به متریال ساختش. پنل جلویی اون شیشه ای و فریمش هم آلومینیومیه. حالا برای چی این رو گفتم؟ به خاطر اینکه اکثر تبلت هایی که توی این رنج قیمت هستن از پنل های پلاستیکی و پلیکربنات استفاده کردن که حس مقاومت و لوکس بودن رو مثل این تبلت ندارن. بریم سراغ طراحی. اگه طرفدار شیائومی باشین به راحتی میتونین بفهمین که ردمی پد طراحی شبیه به 12 تی رو داره. به غیر از ماژور دوربین دو تکه اون، لبه های زاویه دار و پنل پشتی فلتی که داره باعث شده که خوش دست باشه و دستتون رو خسته نکنه. توی پورت های ورودی این تبلت و دکمه هاش چیز خاصی وجود نداره، اما خبر خوبی که هست اینه که 4 اسپیکر داره این تبلت و حجم صدا و کیفیت فوق العاده ای رو داره. یه ویژگی خوبش هم اینه که دالبی اتموس داره و موقع تماشای فیلم و موزیک گوش دادن میتونین از اون استفاده کنین و لذت ببرین. وزن این تبلت هم 465 گرمه که برای یه تبلت عالیه. پنل IPS LCD 10.61 اینچی استفاده شده توی این مدل با رزولوشن 2K پلاس که چیز عجیبی نیست و توی بقیه تبلت ها هم میشه پیدا کرد، ولی کدوم تبلته که توی این رنج قیمت نرخ نوسازی 90 هرتزی رو داشته باشه؟ شما میتونید توی تنظیمات نمایشگر این تبلت از قابلیت های مثل تغییر توناژ رنگی و نرخ نوسازی که توی دو تا حالت آداپتیو و ثابت پشتیبانی میشه استفاده کنید. اینو هم یادتون باشه که نمایشگر S6 لایت نرخ نوسازی 90 هرتزی نداره و حتی چندین میلیون گرونتر هست. بریم سراغ سخت افزار این تبلت. بیاین قبل از اینکه گیم و بخش سخت افزار این تبلت رو تست کنیم یه نگاه کلی به محیط کاربری و فضای کلی نرم افزارش داشته باشیم. خب همونطور که میبینین MIUI 13.1 استفاده شده توی این مدل با اندروید 12 چون روی تبلت اجرا شده یکم متفاوته و یه نوار ابزار به پایین صفحه اضافه شده تا بتونین اپهای دلخواهتون رو خیلی سریعتر باز کنین و حتی سمت راست اون جایی برای دسترسی سریعتر به اپلیکیشن هایی که به تازگی استفاده کردین. یادتون باشه که ردمی پد فقط توی نسخه 128 با رم 4 یا 6 ویژگی فلوتینگ ویندو یا همون صفحه شناور و البته اسپلیت اسکرین یا باز کردن دو تا صفحه کنار هم رو پشتیبانی میکنه. اگه براتون سوال شده که از قلم‌های هوشمند پشتیبانی میکنه یا نه، جوابش آره است. میتونین از مدل‌های بلوتوثی هم روی این تبلت استفاده کنین و کارهای گرافیکی یا درسیتون رو خیلی حرفه‌ای‌تر انجام بدین. و اما سخت افزار، جایی که قلب اون رو پردازن، دیگه هلیو جی 99 بار کرده، همون تراشه که برای اولین بار توی پوکو M5 مشاهدهش کردیم. یه تراشه 6 نانومتری و یه گزینه عالی برای تبلتی که نهایت سرعت 2.2 گیگاهرتز رو میده و توی گیم های مثل کال آف دیوتی و پاپ جی کم نمیاره. یکی دیگه از مزیت های این تبلت حافظه 128 اون هستش که توی کارهای مثل گیم و هر کار دیگه به نسبت تبلت های 32 و 64 یه سر و گردن بالاتره. بریم سراغ تست آنتوتوی این تبلت ببینیم چند مرده حلاجه و چی کار کرده. همونطور که دیدیم این تبلت توی اجرای گیم های یکم سنگین با ادیت تنظیمات گرافیکی فریمیت خوبی رو به شما میده و نیاز اصلی گیمرها که پرفورمنس هست رو برآورده میکنه و تجربه خوبی از گیم و بازی رو برای شما رقم میزنه.
در نهایت یادتون باشه که این تبلت سیم کارت پر نیست و جک ورودی هدفون هم نداره، اما چیزی از ارزش خرید اون کم نمیکنه و بهترین گزینه بین تبلت های کمتر از 20 میلیون تومانه. ماژول دوربین ریدمی پد هم مثل خیلی دیگه از تبلت ها تک دوربین طراحی شده و 8 مگاپیکسلی واید. خروجی عکسای اونها برای کارهای مثل اسکن نوشته‌ها و کارهای اینچنینی میشه روش حساب باز کرد و اگه شرایط نوری مناسب باشه عکسای خوبی رو ثبت میکنه. دوربین سلفی هم 8 مگاپیکسلی هستش و زاویه دید خوبی رو توی عکاسی سلفی داره و توی ویدیو کال ها هم رزولوشن فول اچ دی رو پشتیبانی میکنه. و در نظر گرفتن اینکه تبلت ها دوربین محور نیستن، باید بگم که عملکرد رضایت بخشی رو داره. بریم سراغ بخش باتری. باتری این تبلت 8000 میلی آمپری با فست شارژ 22.5 واتی هستش که قابل قبوله. بریم نتیجه تست تجربی که ما برای شما فیلم برداری کردیم رو ببینیم. همونطوری که دیدین این تبلت توی مدت زمان شارژدهی و شارژ شدن مناسب هستش و با یک دور شارژ کامل تا 3 روز حتی با استفاده یه سنگین هم شما رو همراهی میکنه. دیگه چی میخواین؟ بریم سراغ ارزش خرید این تبلت. فرض کنیم بودجه که برای خرید ردمی پد در نظر گرفتین رو بخواین از مدل های دیگه مثل سامسونگ یا غیره انتخاب کنین. اول از همه باید قید رم 128/6 رو بزنین و نهایتا 32 یا 64 با رم 4 رو انتخاب کنین که برای تبلتی که هدفش مولتی تسکینگ یکم اذیتتون میکنه. دومین مورد، این ترکیب سخت افزار، نرم افزار و نمایشگر رو توی تبلت های دیگه با این قیمت اصلا نمیتونین پیدا کنین. دوستای گلم، اگه شما بخواید یه تبلت رو با حافظه 128/6 از برند سامسونگ مثلا خریداری کنید، مطمئن باشین که قیمت اون بالای 25 میلیون تومان هست. این رو هم یادتون باشه که ما برای راحتی شما در کنار این محصول یه پک کامل از گلاس، قاب محافظ و کیف رو آماده کردیم. اگه علاقه‌مند به خرید این محصول هستین، همین الان به سایت 19 کالا سر بزنید و اون رو خریداری کنید. راستی رو تو نره که نظراتتون رو هم برای ما بنویسید.